آقای محمد عمر داوودزی نماینده خاص افغانستان در امور پاکستان در برنامه حضور دارن و در بحث تحولات اخیر در امریکا و وضع روند صلح افغانستان آقای داوودزی خواهند گفت. خوش آمدین داوودزی صاحب به برنامه، وقت شما بخیر. همزمان با تغییراتی که در حکومت امریکا به میان آمده و بی اثر بر روند صلح افغانستان هم دانستن نمیشه، وضع روند صلح افغانستان چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام با شما و همکارایتان و بیننده های محترم. وضعیت پروسی صلح تابع وقایع و انکشافات است، هم در همسایگی ما و هم در امریکا. در اوجا انتخابات شد و خلاف توقع حزب حاکم حزب دموکرات انتخابات برد. در منطقه ما هم تحولات است، کرونا را شما یادآوری نکردین، موج دومش هم در منطقه آمده هم در افغانستان آمده، این تحولات بیشمار است. خب پروسه صلح ما کمی متضرر شده، خبرای پیشرفت همه ما شما نمیشنویم. اقدامات لازم است که تسریع شود پروسه صلح. بسیار خوب، یعنی کندی یا نبود پیشرفت در روند صلح افغانستان که دو ماه از آغازش، آغاز مذاکرات میان افغانان گذشته، پیوند مستقیم با تحولات سیاسی در امریکا داشته؟ پیوند داشته، ولی دیگه ما دیگه موارد هم هست، برخورد خود طالبا و کوشش های منطقوی، ازدیاد خشونت در داخل کشور، اینا همش با هم مرتبط است. بسیار خوب، کم از کم بیشتر از دو ماه دیگه نیاز است تا حکومت بایدن برنامه های بیرونیش را مرور و تنظیم بکنه. در این دو ماه چه خواهد شد؟ انتظار پیشرفت را در روند صلح افغانستان دارین؟ خب دقیقا که همونطور است مثل که شما میگین، ولی یک جانب دیگه قضیه هم است. در همسایگی ما کشورها و بالخصوص پاکستان در جنگ و صلح در افغانستان در 40 سال گذشته سهم مستقیم و غیر مستقیم داشت. در این دو ماه ما میتونیم که رابطه خود با پاکستان به یک سطح برسانیم که اونا امو رولی که ما متوقع هستیم او بازی کرده بتانه. بسیار خوب، یعنی اگر گفتگوها و مذاکرات و پیشرفتها در دوحه متوقف هم بمانند مشکل نداره، ما کارهای داریم که باید با استفاده از این فرصت انجام شوند. دقیقا همونطور است، در منطقه اجماع با کار است و باز بالخصوص پاکستان با مو اثر رسوخی که سر طالبا داره، تاثیر گذاری که سر طالبا داره و خودشان ادعا هم کردن و امریکا هم تشکری کرده از پیششان که رول مهمی داشتن در توافقنامه بین امریکا و طالبا. ولی با استفاده از این فرصت میشه که تمرکز خود به طرف پاکستان برگردانیم، هم رابطه خود وسیع و خوبتر بسازیم، اعتماد بالاتر ببریم تا او کشور بتانه در پروسه صلح ممت واقع شود و رول لازمی خود بازی کرده بتانه در صلح. بسیار خوب، درباره مسائل مربوط به پاکستان و اینکه آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان به کابل در جریان هفته روان سفر خواهد داشت از شما میپرسم. اما در بحث روند صلح افغانستان و پیشرفت ها و مشکلات و چالش ها، روند صلح افغانستان نیاز به بازبینی داره آقای داوودزی؟ هر روند نیاز در هر مرحلهش به بازبینی داره، باید ارزیابی شوه، باید بررسی شوه، نقاط قوتش تقویه شوه، نقاط ضعفش ردیابی شوه و راهای حل برش تلاش شوه. پروسه یا روند صلح تکمیل هم نبود، شورای عالی مصالحه تا هنوز تکمیل نشده. ما رئیس شورای عالی مصالحه داریم، بعضی از معاونینشان هست ولی خود شورا وجود نداره. بسیار خوب، آقای داوودزی، اصل مسئله را میخوایم که روش تمرکز کنیم. کاری که تا اینجا در روند صلح افغانستان انجام شده،
مثلا گفتگوهای هجر ماهی امریکا با طالبان، امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان و سپس آغاز مذاکرات میان افغانان. در این حد بازبینی که بسیار لازمی باشه نیاز است و انتظارش میره. بله، بازبینی خو متوقع است که وقتی که آقای بایدن به قصر سفید اونا بازبینی خود خواد کردن، من یقین دارم که امیال بازبینی و بررسی جریان داره، بررسی کارهای تا به حال. دولت افغانستان هم طبیعتاً که بررسی میکنه چرا تغییری که در امریکا واقع میشه یا واقع شده یک تغییر و تحول کلان است. او قسمت هم بازبینی و بررسی داره. تیمی که تشکیل دادن در مشوره با بزرگای کشور، در او قسمت هم شاید زمانش رسیده باشه که یک بازبینی دوباره صورت بگیره تا میروند تسریع شد و جانب تیم افغانستان بیشتر تقویه شد. بسیار خوب. اگر بخش انجام یافته روند را از شما بپرسم که کجاهاش و در چه حد نیاز به بازبینی داره، شما بررسی کردین، چیز ملاحظه دارین در این باره؟ بررسی خو همیشه داریم، ولی شو. بررسی رسمی تا هنوز صورت نگرفته و باید آغاز شد، اما در مجموع که قدم خوبی بود. طالبا و جمهوری اسلامی افغانستان رویاروی نشستای داشتن، حالی که روی مذاکره بود یا هم قبل از مذاکره بود، ولی حداقل نشستای صورت گرفته، بحثای صورت گرفته، همین خودش یک تحول است. ولی همزمان با اون ما شاهد ازدیاد خشونت بودیم در داخل افغانستان. همین مسئله باید بررسی شود که چی کنیم، که کدام اقدامات شود که وقتی که میریم به میز مذاکره باید خشونت زیاد نشه. دولت افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان همیشه موقفشی بوده که اول آتش بس. آتش بس مهمترین قدم است و بزرگترین توقع ما و تقاضای ما همیشه آتش بس بوده. باید داریم که آقای خلیلزاد یکی از چهار موردی که میگفت که هیچ مورد قابل قبول نیست تا هر چهارش موافقه نشه، که یکی از او آتش بس بود. آتش بس که نشد و نشد، و وقتی که وعده دادن که آتش کم میشه، او را ما و شما شاهدش نبودیم، بلکه آتش زیاد شد، خشونت ها زیاد شد، حتی که شهرها مسون نبود. پوانتون کابل هیچ وقت زیر حمله نامده بود، یا امثال همش در اطراف ها که بود همیشه او هم زیاد شد. در هلمند ما شما شاهد خشونت بیشتر بودیم، در ولایت قندوز، تخار، دیگه جا. خب دولت افغانستان امیر بررسی کده میکنه و باید هم کنه که وقتی که برای میز مذاکره میریم، باعث کشتار بیشتر افغان ها باید نشه، باید باعث کم شدن خشونت شه. بسیار خب، چرا چنین شد؟ در صورتی که فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هم در این باره اظهارات داشته، چهار بخش را پیوند با یکدیگرش میداده، اما عکس مسئله اتفاق افتید. ضعف در ما وجود داشته، خلیلزاد اظهارات ضد و نقیض کرده و بازی دوگانه، یا نه طالبان پابند به تعهداتشان نیستند؟ خب طالب ها یک جانب دیگه قضیه است، اونام پالیسی خود همیشه پیش بردن، ولی نماینده خاص وزارت خارجه امریکا به او جده کاره از اونا نقیص های بود. با مردم افغانستان گپای زد و نقیص داشت. در امی کانال شما ما بارها شنیدیم دو سه بار که امی گپا گفته که چهار مورد اگر موافقه نشه، هیچ مورد موافقه نشده. ولی که ما میبینیم در هیچ یکی از امو چهار مورد که خروج نیروها بود، قطع رابطه با القاعده بود، آتش بس بود و آغاز مذاکرات بود، هیچ کدام از اونا درست نشده. اما موافقتنامه امضا شد که برای طالبا یک حیثیت داد و یک نوع اعتماد دروغین برشان داد که اونا کوشش کردن که در جبهه جنگ خود ثابت بسازن. دیگه به هر صورت در طرف دولت افغانستان نقیصی نبود. وقتی که رهایی زندانیا بود، دولت مقاومت کرد،
مشوره کرد، تزکیه کرد، تحقیقات خود کرد که زیر انتقاد هم آمد از مردم، از رسانه. بالاخره تحولات سیاسی در امریکا یک فرصت را به بازبینی روند صلح افغانستان بار آورده، هرچند بسیار یک فرصت کلان و دیگر کنون کننده بس پنداشته نمیشه. اما باز هم چقدر حکومت افغانستان که گفته میشه و ادعا میشه بسیاری از فرصت ها را در باب سال هدر داده یا از دستش رفته، آماده استفاده از این فرصت احتمالی تازه است؟ خب من خوب به این موافق نیستم که دولت افغانستان فرصت ها را به هدر داده و از دست داده. مثل که پیشتر به شما تشریح کردم، دولت همیشه احتیاط لازم خود می باشه، اینه های ردیابی میکنه، هم بهترین گزینه را انتخاب میکنه. این وظیفه دولت ها می باشه، دولت ما شما هم همه تو کده. اما این درست که ما گلایه داشتیم، شکوهایی داشتیم، مردم افغانستان شکوه داشتن که در جریان پروسه صلح در دوحه نیستن، خصوصا صلح بین امریکا و طالبا، از جزئیاتش کامل آگاه نبودن و اونا در نتیجهش هم مشکلات وجود داره. حال با روی کار شدن آقای بایدن یک فرصتی به میان میاد که پروسه صلح را اونا دوباره بررسی کنن، ارزیابی کنن و نقایصی که در پروسه بوده اونا را اصلاح کنه، که من یقین دارم که به طرف خوبی پیش میریم. آقای بایدن یک شخص سیاستمدار متجرب است و در اداره دو دور معاون رئیس جمهور بوده، به اهمیت مشوره داخل نظام امریکا و به اهمیت مشوره با مشترکینش و میفهمه، و من یقین دارم با دولت و مردم افغانستان هم در مورد سال مشوره بیشتر میشه. بسیار خوب. چند دستگی ژرف در میان سیاستگران داخل و بیرون حکومت، تلاش های نامنظم و بیشتر از یک آدرس برای گفتگو با طالبان و پیشبرد روند سال، شورای عالی مصالحه که شما هم در آغاز گفتین خلاصه شده بر رئیس و چند معاون و مشاور و یک سخنگو، اینها نشانه های ضعف ما نیستن؟ با چنین وضع فرصت ها هدر نرفتن؟ بله اصلی یک ضعف است، ولی شما شاید ازی بودین که رئیس به جمهور اعلان کردن یک بار تشکیل شورای عالی مصالحه را، و باز خود رئیس به شورا گفتن که نه ای از مسئولیت ها و صلاحیت های ما هست، ما ای را دوباره تشکیل میدم. قرار بود که در فرصت چند هفته یا بیشتر از ما اونایی را تشکیل بتن که بازم فرصت دارن. آرزوی ما ایست که پروسه را سرعت بتن، چرا ای ما دوباره از اونا تفویض صلاحیت شده.